خیلی متشکرم از آقای دکتر میلانی که باعث شدن در اینجا گرد همایی داشته باشیم و از یک شخصیت ایرانی ستایش کنیم، تحسین کنیم یک شخصیت ایرانی. من طاهره رو به حال اون جنبه های بی‌حجاب ظاهر شدنش رو همیشه از بچگی شنیده بودیم و میشناختیم، ولی طاهره فراتر از اینکه حجاب رو درید و خودش رو به خطر انداخت، حجاب های دیگری رو هم دریده که در تاریخ دیانت واو و بهاییت مستطر و من تعجب میکنم که کمتر بهش توجه میشه. اون چه به نظر من در این تاریخ خیلی اهمیت داره، برای که این تاریخ به هر حال تاریخی است که بخشی از تاریخ اسلام، به هرچه ما میخونیم درباره بدشت، درباره پیش از بدشت، درباره پس از بدشت، مواجه میشیم با مفاهیم و مضامین اسلامی که به نحوی طاهره کوشش کرده با همین مضامین کار بکنه و با همین مفاهیم پیام خودش رو برسونه و تبلیغ بکنه. اگر دقت نمی کرد و توجه نمی کرد به این مفاهیم و به این مکانیزم هایی که به هر حال درون اسلام وجود داره، نمیتونست تا اونجای پیش بره که در بدشت پیش رفت و اعلام کرد که آیین جدید رو دارم من اعلام میکنم. به عقیده من مهمترین حجابی رو که طاهره پاره کرد تقیه بود. تقیه مهمترین دشواری مسلمانان در طی تاریخ حکومت‌های استبدادی بر اکثریت اونها بوده. یعنی در تمام جوامع با اکثریت مسلمان ما با مشکل تقیه مواجه هستیم، به خصوص برای شیعیان، به نحوی که حتی مراجع که مراجع ازام نامیده میشن و قدرت خیلی زیادی دارن در این مجامع، اینها مجبور هستن تقیه کنن. و ما همین الان مهمترین مشکلمون در ایران تقیه مراجع هست، مراجعی که بسیاریشون نگرش‌های متفاوتی دارن از تفاسیر اسلامی، ولی خطر نمی‌کنن و تقیه رو جایز میدونن برای خودشون. در دوران طاهره هم یه چنین مشکلی ایجاد شده، به این معنا که تقیه باعث شده بود که دائما در بحث‌ها و چالش‌ها وارد روایات میشدن، وارد احادیث میشدن، وارد آیات میشدن و به نظر من اون جایی طاهره طاهره شد که این حجاب رو شکست و براشفت و به همه گفت که تغییر بس است و ما باید حرف خودمون رو بزنیم و ما باید عمل کنیم. ما نداشتیم دورانی رو که بتوانیم اعلام صریح کنیم که تغییر بس است. هیچ کس جرأت این کار رو نداشته. درسته که طاهره از باب اعلام آیین جدید این کارو کرد، ولی این حرکتش حرکت تاریخی مهمی بود و به نظر من از اون مهمتر استفاده از سازوکار و مکانیزم‌های اسلامی بوده که توانسته تا اونجا پیش بره. من در نگاه سطحی که کردم به این تاریخ، برای اینکه واقعا نه وقت داشتم و نه میتونستم
عمیق این تاریخ رو نگاه کنم، چون بیشتر ضد و نقیض هم هست، چون یکی یک روایت داره، دیگری روایت دیگری داره، ولی عمدتاً میشه از درونش این مفهوم رو بیرون کشید که طاهره خردمند هم بوده، یعنی فقط یک شورشی نبوده، فقط یک زن نبوده که بخواد بیاد حجابش رو برداره یا مثلا آرایش کنه و خودنمایی کنه. طاهره خردمند بوده. خرد طاهره رو اتفاقاً ما در وقایع بدشت می‌بینیم و تحلیل بر واقعی بدشت. در واقعی بدشت تحلیلی که به نظر من همه تحلیلگران نسبت به من اتفاق نظر دارن این است که مکانیزم اسلامی رو بر سرش توافق کردن. سه نفر، یکی فاطمه، یکی طاهره بوده و یکی هم آقای قدوس و دیگری هم که به هر حال خب اینها نشست های خصوصی داشتن قبل از بدشت و نشست های خصوصیشون منجر شده به اینکه با یکدیگر یک همخوانی و هماهنگی داشته باشن. بر چه پایه‌ای؟ بر پایه امکانات اسلامی. اونها خطر رو میشناختن، درجه خطر رو میشناختن و بین خودشون تصمیم گرفتن و طاهره مبتکر این تصمیم و توضیح داد که بر پایه موازین شرعی اگر یک زن متهم به کفر و الحاد بشود او را به نام مرتد به قتل نمی‌رساند، او را مورد مشقت قرار می‌دهد. حالا اینو نگفته، من میگم براتون و آموزه‌های ما این است که نگهش می‌دارن در یک اتاق تاریکی بمونه و تا آخر عمرش گرسنه نگهش می‌دارن، گاهی بهش غذا می‌دن، سر هر وعده نماز توی سرش می‌زنن، همه اون کارهایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران من خبر دارم نسبت به برخی انجام شده، ولی به قتل نمی‌رسوننش. اگر توبه کرد اون توبه رو ازش میپذیرن، اما در مورد مرد هیچ کدوم از این مراحل پیموده نمیشه، بلافاصله میتوانند او رو به قتل برسونند. همین که فتوایی بیاد که این مرد مرتده، کافیست که او رو بتوانند به قتل برسونند. بنابراین بسیار برنامه‌ریزی شده و دقیق و بر پایه این طاهره توانسته بیاد عیان بشه و قبلا هم طاهره بی‌حجاب در جاهای دیگری ظاهر شده بوده و به همین دلیل بسیار نسبت بهش حساسیت داشتن و آمد و گفت شب تمام شد، آیین جدید را اعلام می‌کنم. پس بنابراین یک حجاب رو طاهره ندریده، طاهره حجاب‌های دیگری رو هم دریده که تاریخ اسلام هم از اون بسیار رنج برده و همین که ما همین الان داریم ازش رنج می‌بریم. وقتی که مراجع ایران در حال حاضر لام تا کام حرفی نمیزنن از توهین هایی که ائمه جماعت نسبت به زنان روا میدارند، این تقیه است. ما نمیدونیم همه اونها موافق هستند با این توهین ها، برای اینکه من
به هر حال 22 سال در جمهوری اسلامی وکالت کردم و در ضمن ارتباط داشتم با بخشی از همین آقایون. گاهی وقتا می رفتیم سراغشون، ازشون سوال می کردیم و نظرشون رو می پرسیدیم و باور نمی کنیم. برای من بارها پیش اومد که من یک سوالی رو درباره بحث‌های زنان مطرح می کردم با یک حالا حجت الاسلام، آیت الله، برحال کسی که حاضر می شد منو ببینه، برای اینکه خود اون یک امر مهمیه برای ایران که اصلا حاضر میشن یک زنی رو مثلا با شرایط اون روز من، شرایط امروز من که دیگه تمامه، ولی شرایط اون روز من که وکیل دادگستری جمهوری اسلامی ایران بودم با حجاب کامل و مقنعه، خب به سادگی نمیشد اینها رو دید. ولی من رفتم قم، چندین بار رفتم قم و بعضی ها رو دیدم به سختی و در جلسات خصوصی به من حرفای خیلی امیدوار کنندی در مورد اسلام میزدن و میگفتن ما اینجور اسلام رو میبینیم، ما میتونیم سن مسئولیت کیفری دخترها رو بالا ببریم، ما میتونیم سن ازدواج دخترها رو بالا ببریم، ما میتونیم سنگسار رو تعطیل بکنیم و خیلی از این حرف ها. و وقتی من میگفتم چرا حضرت آقا شما اینها رو به عنوان فتاوی خودتون، نظرات خودتون اعلام نمی کنی، می خندیدن و می گفتن اینها نظرات درونی ماست. و بعد هم که اساسا در دوران اصلاحات بسیار صریح اعلام کردن که اون چرا که در حوزه ها می تونه طرح بشه و محل چالش قرار بگیره در اسلام، نباید در رسانه‌های عمومی انتشار داد. و یکی از بزرگترین اتهاماتی که برای مطبوعات اصلاح طلب در نظر گرفتن این بود که شما چرا بحث‌های حوزوی رو وارد عوام الناس می‌کنید؟ عوام الناس نباید از این بحث‌ها باخبر باشه. اینها بحث‌هایی است که باید فقط درون حوزه‌ها و در بولتن‌های حوزوی نوشته بشه و فقط دسترسی به اون خاص طلاب و خاص علمای به هر حال اسلامی است. بنابراین یک موضوع مهم تاریخی رو طاهره باهاش در چالش قرار گرفت، به امید اینکه من اصلا قبول ندارم که او میخواست کشته بشه، به امید اینکه او را نکشند. او عاقل‌تر از این بود که بخواد کشته بشه، برای اینکه یک صدای متفاوت بود، یک صدای مهم بود، یک صدای رسا بود. بعدها اشتباهاتی شد، مثل همون اشتباهاتی که الان درون کشور ما از طرف رادیکال‌های اسلامی وابسته به حکومت میشه. عده‌ای جمع شدن و خواستن که به خونخواهی باب شاه رو ترور کنن. نتوانستن، برنامه‌شون شکست خورد و اون همه خردمندی و هوشیاری طاهره هم برباد رفت. اون چه که بعد از این توطئه شکست خورده انجام شد، لازم نیست من برای شما تعریف کنم. همه شما میدونید. شهرجین کردن ها رو میدونید. و بسیاری مشقت ها رو که بر بابیان روا داشته شد و بر همه کسانی که این طریقت رو میپیمودن، خیلی ها جدا شدن برای اینکه وحشتناک‌تر از اون بود که بتونن در برابرش ایستادگی کنن. بنابراین یک پختگی و خردمندی رو طاهره درک می‌کرد که باید در کارهاشون داشته باشن. و اینکه بلافاصله بعد از بدشت او کشته شد، به نظر نمی‌رسه حرف درستی باشه، برای اینکه من دیدم اکثریت با مورخی نیست که میگویند 2 سال بعد
او کشته شد و خیلی هم باهاش اتمام حجت شد، حتی دو بار یا بیشتر با ناصرالدین شاه ملاقات کرد، با صدر اعظم ملاقات داشت، با بزرگان ملاقات داشت و می آمدن و از او می خواستن که به بحث بنشیند و نهایتاً از او خواستن که در یک جلسه از او بپرسن آیا تو بابی هستی؟ و او تنها بگوید نه، و قول دادن پرسش دیگری را بعد از اون مطرح نکنند. ولی طاهره اینجا استوار باقی ماند بر عقیده‌اش و گفت من نه نمیگویم. حتی اونها به طاهره گفتند ما میدانیم که تو بابی هستی، ولی تو این نه را بگو. ولی طاهره این نه را نگفت. در شرایط کنونی جوانان بهایی از رفتن به دانشگاه ها محروم هستند. چرا؟ برای اینکه اینها طاهره رو دارن دنبال میکنن و پیروی میکنن. اگر اینها در اون جایی که میپرسن ازشون مذهب چیست بنویسن مسلمان، هرچند که مسلمان نیستند، به دانشگاه میرن. بنابراین طاهره کار بزرگی در تاریخ ایران انجام داده. من نه جزو احبا هستم، نه جزو یکی چیه؟ نه خوشمدان احدا احدا، برای که من این چند روز یک کلماتی رو پیدا کردم که از من بیشتر از اینچه فکر کردم آخوندی بود. خب من نه جزو احبا هستم، نه جزو اعدا. چی؟ احیار شما بگیم، من سختم با هم. من این قدر قوانین قصاص و حدود رو اینا رو خوندم، ولی این یکی ها سختم خوندن. اما یه سوال دارم، آیا این فقط مسلمان و ایرانیان و روشن فکران بودن آقای میلانی که زیاد به طاهره نپرداختن؟ یعنی به زنانگی یک قهرمان بی همتای ایرانی نپرداختن؟ من گمان میکنم طاهره کلی مخالف بابی داشته، کلی بابیانی که محافظ کار بودن و بعد از اینکه اون ظاهر شد و تقیه رو شکست و آیین جدید را اعلام کرد با او در افتادند و هنوز تأثیرات اون هست بر بخشی از جامعه شما، برای اینکه میگفتن افراد شد و این افراد طبقات بدی برای ما خواهد داشت. پس بنابراین شما از مشکلات درونی خودتون هم باید در این تاریخ بگویید وقتی چنین جلساتی رو برگزار میکنید. اما حالا من به عنوان یه شخص سالس که گفتم نه اون یکی هستم نه اون یکی و خب اونام که تو ایران هم که من مسلمان اثنی‌عشری نمیدونن، بالاخره به نظرم دینم از پدر میاد که خب مسلمان اثنی‌عشری هم، یک انتقاد خیلی بزرگ از جامعه شما دارم و اون اینه که اصلا چشماتون رو ببندین فکر کنید همین الان طاهره آمد با همون شجاعت و خواست نامزد عضویت در بیت العدل شما بشه. میتونه بشه؟